پایان محکومیت شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران نازنین زاغری بعد از 5 سال آزاد شد، اما او برای یک اتهام دیگر محاکمه می شود. از یک نماینده مجلس بریتانیا می پرسیم که دولت این کشور برای اطمینان از بازگشت خانم زاغری چه کاری می تواند بکند. همچنین با خبرنگار دیپلماتیک روزنامه گاردین درباره تأثیر سرنوشت این پرونده بر روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا صحبت می کنیم. در ادامه برنامه امشب. تجمع در اعتراض به سفره‌های خالی، بازنشستگان در 20 شهر ایران تظاهرات کردند. نامه تند وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری افغانستان. بلینکن ضمن هشدار درباره وضعیت این کشور از غنی خواست با تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح همراهی کند. مزار عبدالرحمن شهر سانزهی و گفتگو با بستگانی یک سوختبر بلوچ که در تیراندازی ماموران کشته شد. خانواده‌های قربانیان می‌گویند برای اعتراف اجباری زیر فشارند. و در نهایت رمز و راز رونق کلاب هاوس، اپلیکیشنی جدید که همه چیز در آن حول محور صدا می‌گردد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. نازنین زاغری رتکلیف، یک زن ایرانی بریتانیایی که 5 سال در ایران زندانی بود، آزاد شده، ولی سرنوشت او همچنان مبهم است. یک مادر و یک همسر که پرونده او محل مناقشه میان دو دولت هم بوده. نام او بارها در بالاترین سطح سیاسی به میان آمد. دستگاه قضایی ایران او را به اتهام جاسوسی محکوم کرده، ولی خانواده او و دولت بریتانیا میگویند که ایران فردی بیگناه را به گروگان گرفته به دلیل اختلافهای مالی با لندن. ریچارد رتکلیف در تمام این سالها بر بیگناهی همسرش تاکید کرده، با تلاشی بسیار برای آزادی او. نازنین زاغری 5 سال محکومیتش را گذرانده، ولی باز حرف از اتهام و محاکمه دیگر است. سرنوشت او چه خواهد شد؟ ممکن است گره این پرونده بدون توجه به اختلافات سیاسی باز شود. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از مینا جوشقانی. روز شماری برای دیدار با مادر. زندگی گابریلا و خانواده‌اش از 5 سال پیش در اینجا عوض شد. فرودگاه امام خمینی تهران. این تصاویری است که تلویزیون ایران از لحظه بازداشت نازنین زاغری رتکلیف توسط ماموران سپاه پاسداران پیش از سوار شدن به هواپیما برای بازگشت به بریتانیا در فروردین سال 95 منتشر کرد. شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در یک دادگاه محرمانه به 5 سال حبس محکوم شد. البته خود او این اتهام را از اساس رد کرده. خانم زاغری که در پی شیوع کرونا از زندان مرخص شد، تحت نظر ماموران و با پابند الکترونیکی به سر می برد. او امروز آخرین روز محکومیت رسمیش را در خانه مادر و پدرش سپری کرد. بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز که خانم زاغری در آن شاغل بود، در بیانیه‌ای درباره طرح پرونده جدید علیه او ابراز نگرانی کرده است. نازنین قربانی بیگناه جدالی بین المللی است و مهره‌ای در دستان رژیمی که گوشهایش واقعیت‌ها را نمی‌شنود و چشمهایش درد او را نمی‌بیند. نابخشودنی است که اجازه دهند شکنجه آرام او ادامه یابد. قرار مامان بیاد خونه؟ آره، قرار این بود. اما واقعا میاد؟ راستش مطمئن نیستم. تداوم آزادی خانم زاغری قطعی نیست، چرا که به گفته وکیلش حجت کرمانی، او باید برای رسیدگی به اتهام جدیدش یک هفته دیگر به دادگاه انقلاب مراجعه کند. نازنین زاغری اواسط پاییز گذشته و تنها 6 ماه به پایان دوران محکومیتش دوباره محاکمه شد. این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام. همسرش گفت شواهدی که برای این اتهام ارائه شد همان شواهدی بود که سال 95 ارائه کرده بودند. دولت بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و خواستار آزادی او شد. بسیاری از ناظران از جمله ریچارد همسر نازنین بر این باور بودند که بازگشت او نزد خانواده‌اش در بریتانیا در ازای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران در ازای خرید تانک‌های چیفتن میسر است. معامله‌ای که در دوران پهلوی صورت گرفت، ولی بعد از انقلاب اکثر تانک‌ها تحویل داده نشد.
ریچارد معتقد است که تا آن بدهی پرداخت نشود، نازنین در ایران به گفته او گروگان نگه داشته خواهد شد. به خاطر دیپلماسی دولت ترجیح میده با این صراحت اظهار نظر نکنه، اما درباره این موضوع باید با صراحت صحبت بشه، چون عده بازداشت ها داره بیشتر و بیشتر میشه و دلیلش اینه که دیپلماسی گروگانگیری به چالش کشیده نشده. وزیر خارجه پیشین بریتانیا میگوید اینکه یک خانواده بیگناه قربانی بازی قدرت دولت ها بشود غیر انسانی است. بله، ما به دولت ایران بیش از 400 میلیون پوند بدهکاریم و در زمان مناسب که تحریم‌های جاری علیه ایران اجازه بدهد آن را پرداخت خواهیم کرد. اما نمی‌توانیم اجازه دهیم بین این دو اتفاق ارتباطی برقرار شود، چرا که نمی‌خواهیم دیپلماسی گروگانگیری را تشویق کنیم. در این میان سهم نازنین زاغری و خانواده‌اش به جز این تماس‌های تصویری تا به حال 5 سال جدایی و رنج بوده و بس. مینا جوشغانی، بی بی سی. تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا از لندن با ماست. خانم صدیق، به خاطر حوزه انتخابیشون نماینده محلی که نماینده محلی خانم زاغری هم هستن. خانم صدیق، شنیدم که شما امروز با خودتون با نازنین زاغری حرف زدید، روحیه او چطور بود؟ من میتونم به شما بگم که احساس سرخوردگی داره، یک لحظه شیرین و تلخی برایش هست، چون انتظار داشت که با پایان محکومیتش بتونه از کشور خارج بشه، پاسپورت بریتانیاییشو بگیره، ولی این اتفاق نیفتاد. اتفاقی که افتاده اینه که اون پابندش رو در آوردن و او گفته اولین کاری که میخواد بکنه اینه که از مادر بزرگش بازدید بکنه، کاری که نتونسته انجام بده از وقتی که به مرخصی آمد. یک ذره موفقیت حساب میشد، اما آزادی کاملش رو به دست نیاورد، گذرنامه‌اش رو نگرفت و بازدید از طرف سفارت بریتانیا از اون نشده و نمیتونه بدتر از همه برگرده پیش خانواده‌اش در لندن. شما این پرونده رو دنبال کردید، چی فکر میکنید احتمال آزادی او رو چقدر میدونید؟ خیلی سخت هست در این مرحله بشه پیش بینی کرد که اتفاق بعدی چه خواهد بود. اونچه که من میتونم به شما بگم اینه که ما استقبال میکنیم از این گام اول، یعنی باز شدن این پابند. خوشحال هستیم که میتونه آزادانه در ایران حرکت بکنه، حداقل در تهران این بر اونور بره و با اقوام و دوستانش دیدار بکنه. اونچه که الان میتونم به شما بگم اینه که ما در وضعیتی هستیم که نمیدونیم یک شنبه دیگه چه اتفاقی میفته. زمانی که احضار شد به دادگاه نمیدونیم آیا یک فرمالیته هستش یا قرار اتهامات جدید و قضایی به او تفهیم بشه. سخته، هیچ که نمیتونه بگه. تنها کاری که الان میتونم بکنم اینه که صبر بکنم و آرزو بکنم که وقتی به دادگاه روز یکشنبه میره به شکل خیلی فرمالیته بهش میگن پایان محکومیت تو از راه رسیده، 5 سال هست که در زندان هستی، ولی حالا میتونی برگردی به خانواده در لندن، همسرت رو ببینی و دختر جوانت رو. بعضی میگن که این پرونده گره خورده به اختلاف حساب مالی بین ایران و بریتانیا. چقدر در اون پرونده پیشرفت حاصل شده؟ آقای ریچارد رادکلیف که شوهر نازنین زاغری هست، همواره گفته که همسرش به یک بازیچه سیاسی در این منازعه مالی بین ایران و بریتانیا بدل شده. اونچه که شما گفتین، یعنی ما اینجا در بریتانیا 400 میلیون پوند به ایران بدهکار هستیم. همسر خانم زاغری همیشه همین رو گفته. نازنین هم در داخل زندان توسط زندانبانها بهش گفته شد که دلیل زندانی بودن او مستقیما ارتباط داره با بدهی بریتانیا به ایران. هر وقت که من این مسئله رو در پارلمان بریتانیا مطرح کردم، دولت بریتانیا این مسئله رو تکذیب گرفته، گفته هیچ ربطی به
مسئله اختلاف مالی هیچ ربطی به زندانی بودن او نداره. این رو با سه نخست وزیر بریتانیا، تریسا می، دیوید کامرون و الان با بوریس جانسون مسئله رو مطرح کردم و گفتم، با خیلی از منشیهای اونها صحبت کردم، با همه اونها مسئله بدهی بریتانیا به اینا رو مطرح کردم. همشون گفتن هیچ ارتباطی بین این بدهی و زندانی شدن نازنین نداره. من فکر میکنم حرف اونها درست نیست. من فکر کنم یک ارتباط وجود داره، اما ارتباطی نیست که دولت بریتانیا رسما تاییدش کرده باشه. اما چیزی که من میتونم بگم اینه که هرچه ما سریعتر بتونیم بدهیمون رو به ایران بدیم، احتمال آزادی نازنین زاغری بیشتر خواهد بود. اگر زندانی شدن و پرونده خانم زاغری بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، دولت بریتانیا راهی داره که فشار وارد بکنه بر ایران؟ خب ببینید، جرمی هانت وقتی وزیر خارجه بریتانیا بود به نازنین زاغری مسئولیت دیپلماتیک داد. من فکر نمی‌کنم دولت بریتانیا هنوز از این مسئله استفاده کرد. الان نازنین زاغری مسئولیت دیپلماتیک داره، ولی خب نمیدونم چیکار کرده. مثلا میتونه مقامات بریتانیا بر اساس کنوانسیون وین درخواست کنن که با خانم نازنین زاغری ملاقات بکنن، میتونه تبدیل بکنن به یک منازعه کشوری، میتونه درخواست کنن از دولت ایران که یک نفر سفارت بریتانیا بره و دیدار بکنه با خانم نازنین زاغری، یک نفر از سفارت بریتانیا بتونه روز یک شنبه همراه خانم زاغری بره اون دادگاهی که گفتم. برای من فکر می‌کنم کاری که دولت بریتانیا باید بکنه اینه که استعفا بکنه از این بحث مسئولیت دیپلماتیک که وزیر خارجه بریتانیا چند سال پیش به خانم زاغری اعطا کرد. من به نظرم اولین کاری هستش که میتونه انجام بدیم اینه. کار دوم اینه که من هر وقت با وزیر خارجه بریتانیا صحبت میکنم میگن که دارن پشت درهای بسته با ایرانیان مذاکره میکنن، اما واقعیت اینه که من میخوام نتایج مذاکرات پشت پرده رو ببینم. میخوام ببینم نتایج مذاکرات چه بوده، میخوام ببینم که او گواهینامه او گذرنامه بریتانیاییش رو بگیره. اما الان فکر میکنم در این مرحله این هست که بوریس جانسون نخست وزیر شخصا مداخله بکنه در این مسئله. ما نمیتونیم الان تعامل کنیم ببینیم خانم نازنین زاغری 5 سال دیگه هم در زندان بریتانیا، در زندان در ایران بمونه. زندگیش مختل شده، ازدواجش مختل شده و باید به خانه و به بریتانیا برگرده. بسیار ممنونم از تولیپ صدیق، نماینده پارلمان بریتانیا. در کنار واکنش‌های مقام‌های بریتانیا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم به آزادی نازنین زاغری رتکلیف واکنش نشون داده و در پیامی در توییتر گفته که از باز شدن پابند نازنین زاغری رتکلیف خوشحالم، اما ادامه بازداشت او کاملا غیر قابل قبول است. او را باید به طور دائم آزاد کنند تا بتواند نزد خانواده‌اش در بریتانیا بازگردد و ما هم برای دستیابی به این هدف هر کاری که بتوانیم و لازم باشد انجام می‌دهیم. پاتریک وینتور خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه بریتانیای گاردین هم از لندن با ما هستن. آقای وینتور، موضوع بیشتر سیاسی تا قضایی اینطور به نظر میاد، درسته؟ بله، من فکر میکنم تا حد زیادی مشکل سیاسی و دیپلماتیک است، به این معنی که واقعا هیچ اتهام جدیدی نیست که الان بشه علیه خانم نازنین زاغری اعمال کرد و گفت این مربوط به کاری میشه که شما قبل از آمدن تو به تهران انجام دادین. هیچ شواهد و مدارک جدیدی دست مقامات ایران نیامده که قبل از اون انشای رای اولیه داشته باشن. برای همین فکر میکنم که این بحث الان واقعا بحث سیاسی هستش. اون چه که داره اتفاق میفته که این مسیر بازگشت خانم نازنین زاغری به آزادی یک مسیر بسیار آهسته خواهد بود، با اینکه پابندش باز شده، ولی من فکر نمی کنم که اتفاق خیلی چشمگیری افتاده که پروندهش رو و مسیر پرونده رو تغییر بده. اون چه که الان ما باید ببینیم اینه که آیا دولت ایران تصمیم بگیره میخواد دوباره اتهامات جدید رو متوجه خانم نازنین زاغری کنه یا نه، و این خودش پیامی رو به دولت بریتانیا میفرسته که میتونه تاثیر بذاره نه فقط روی پرونده هسته‌ای ایران، بلکه روی اون پرونده منازعه مالی که ایران معتقد 400 میلیون پوند بابت یه سری تانک ها از بریتانیا طلبکاره. با خانواده یکی از افراد دیگری که در ایران زندانی هستن، یک دو تابعیتی دیگه که حرف می‌زدیم، اونها هم به همین پرونده اختلاف حساب مالی اشاره می‌کردند.
دولت بریتانیا انکار نکرده که به دولت ایران بدهکاره، چرا این رو نمیپردازن تا مشکل حل شه؟ این یک پروسه بسیار طولانی قضایی بوده. 25 سال هست که این پرونده نه فقط در بریتانیا بلکه در سطح جهان در جریان بوده. یک فرایند آهسته بوده. ابتدا دولت بریتانیا گفت بله ما این پول رو بدهکار هستیم، ولی بعداً اختلاف نظر بود سر اینکه دقیقاً چقدر بدهکار هستن، و بعد اختلاف نظر پیش آمد که بهره این بدهی‌ها چقدر بوده، و بعد این بحث بودش که این تحریم‌ها چقدر تأثیر میذاره روی روند بازپرداخت این بدهی‌ها. یک بحث خیلی پیچیده فنی هستش، اما نهایتاً مانع بر سر راه بازپرداخت این بدهی از طرف بریتانیا به ایران این هست که ما به کی میتونیم این پول رو بفرستیم، که به کدوم نهادی میتونیم پول رو بفرستیم که هدف تحریم های آمریکا قرار نگرفته باشه. پول رو نمیتونن مثلا به بانک مرکزی ایران بدن، نمیتونن به سپاه پاسداران بدن، نمیتونن به وزارت دفاع بدن، به جاهایی که امکان داشت میتونستن این بدهی رو پرداخت بکنن. به خاطر همون بحث تحریم ها یک سری مذاکرات خصوصی دیگه هم بوده که چگونه بریتانیا میتونه این پول رو بده، مثلا از طریق کمک های بشر دوستانه، طریق کمک های پزشکی که هدف تحریم ها نیستند. برای همین اونچه که ما الان باید ببینیم اینه که آیا دولت آمریکا زیر تصدی دولت بایدن حاضر هست که اجازه بده این پول هایی که ایران طلبکار هست به این کشور داده بشه تا دولت بریتانیا بتونه بدهی خودشو به ایران بده. اما یه سری استدلال ها و بحث های فنی دیگه هم هست، و در آوریل 20 یک جلسه دیگه دادگاه در برنامه منازعه مالی هست. طبق معمول امکان داره که اون جلسه دادگاه هم مثل اون جلسه که در ماه نوامبر بود به تعویق بیفته، شاید در ماه آوریل این تأخیر هم پیش بیاد. بنابراین واقعا این مثل یک سایه سنگینی بوده بر روی پرونده نازنین زاغری. برای دولت بریتانیا هم خب طبعا خیلی سخت هست که بخواد بگه بله یک ارتباط مستقیم بین زندانی شدن نازنین زاغری و این بدهی بریتانیا به ایران وجود داره. الان در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر از امکان گفتگو و مذاکره با ایران حرف زده میشه. چی فکر میکنید؟ آیا موضوع کس دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی هستند هم باید در این مذاکرات حل و فصل بشه؟ من فکر نمی‌کنم چنین کاری امکان پذیر هست. همین جوریش هم این مذاکرات فقط برای احیای برجام و بحث هسته‌ای ایران دشوار هست. مذاکره بر سر اینکه تحریم‌ها لغو خواهد شد، بحث بر سر اینکه ایران تا چه حد تعهدات خودشو به برجام عملی می‌کنه، تا چه حد بازرسا بتونن از فعالیت هسته‌ای ایران بازدید بکنن و اون رو رصد بکنن، و خیلی مشکل از حالا بخوایم علاوه بر همه اینا بحث این زندانیار هم وارد قضیه بکنیم و دولت بریتانیا بخواد چنین تصمیم بگیره. مهم این هستش که آیا دولت ایران تصمیم میگیره که اتهامات جدیدی رو متوجه نازنین زاغری کنه و دوباره او رو به زندان بفرسته یا نه، و این خیلی اثر خواهد گذاشت روی اینکه بریتانیا برای خودش تصمیم بگیره که میخواد در بحث هسته‌ای چیکار بکنه. به نظر من فکر میکنم بهترین دو مسئله رو از هم جدا نگه داریم، برای اینکه اون مسئله هسته‌ای و مذاکرات مربوط به اون همین جوریش هم بسیار دشوار و پیچیده است. ممنونم از پاتریک وینتر، خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه گاردین. بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود امروز دست کم 20 شهر ایران تظاهرات کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که تجمع آنها جلوی وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. گزارش‌ها از بازداشت عده‌ای از آنها حکایت دارد. در ماه‌های اخیر بازنشستگان بارها دست به اعتراض زدند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. بازنشستگانی که از وعده افزایش حقوق خسته شدند. حقوق ماهیانه آنها حدود 3 میلیون تومان است، بسیار پایین تر از خط فقر 9 میلیون و 200 هزار تومانی. پیش بینی هایی که تشکلات مستقل کارگری کردن حداقل دستمزد که
مساوی با خط فرق باشه 12.5 میلیون. ولی کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی کار، خانه کارگر، اینها سبد معیشت رو 6.8 میلیون تعیین کردن. همونطوری که میدونیم این نوع چانه زنی ها در ایران کاربرد نداره، برای اینکه تشکلات مستقل فعالینشون یا تو زندانن، اون تشکلاتی که وجود دارن تحت شدیدترین شرایط امنیتی قرار دارن. تجمعات اعتراضی بازنشستگان حداقل در 20 شهر دیگر ایران هم برگزار شد. در تهران و بعضی از شهرستان‌ها عده‌ای از شرکت کنندگان در این تجمعات بازداشت شدند و شمارشان معلوم نیست. چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی هشتگ دستمزد 1400 داغ شده. کارگران و بازنشستگان خواهان بالا رفتن مستمریشان با توجه به خط فقرند. طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی ایران، حقوق بازنشستگی باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی بالا رود. در یک سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی بارها با تجمع مقابل ادارات و نهادهای مختلف از مجلس گرفته تا دفاتر تأمین اجتماعی در شهرستان‌ها به اجرا نشدن قانون متناسب سازی مستمری‌ها اعتراض کردند. جلسه شورای عالی کار ایران قرار است هفته آینده میزان دستمزد 1400 را به بحث بگذارد. باید دید حقوق کارگران به حداقل دستمزد نزدیک خواهد شد یا خیر. کاوه مشکات، بی بی سی. بهروز فراهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه، از پاریس با ما هستند. آقای فراهانی، ما در ماه‌های اخیر و مدتی اخیر اینقدر تظاهرات به این شکل در 20 شهر توسط بازنشستگان و این افراد نداشتیم. چه باعث شده که اونها به خیابان‌ها برن؟ با سلام به شما بینندگانتون. ببینید، همون خود توی شعاری که دوست شما گزار، خبرنگار شما گزارش میداد بود، واقعا از وعده ها خسته شدن و در ایران مکانیزم های عادی که بازنشسته ها بتونن وارد مذاکره از طریق نمایندگان واقعی خودشون وارد مذاکره با دولت بشن وجود نداره. هی وعده وعید به اینها دادن، سر دووندن اینها رو، شکاف بین هزینه معیشت، سبد معیشت و دستمزدهای کارگرا از یک طرف و مستمری بازنشسته ها از طرف دیگه دائما زیاد شده. دولت ها و به خصوص دولت آقای روحانی که اصلی ترین مسئول اون هست، از دادن سهمی که دولت باید بده به سازمان تامین اجتماعی خودداری کردن و بدهکاری این تا پارسال یعنی سال 98 طبق بررسی که خود وزارت تعاون و کار کرده نه اپوزیسیون، بدهی دولت 294,405 میلیارد تومان بوده که ندادن و این مسائل جدی رو ایجاد کرده که دولت جبرانش رو با کم کردن و بالا نبردن در واقع مستمری بازنشسته ها جواب داده. وقتی که اینها هیچ مجرایی ندارن برای صحبت کردن، دقیقاً میرسن به اون شعاری که چند وقت ما داریم در این تظاهرات میشنویم. این تظاهراتی که امروز شد که دقیق‌تر بگم توی 22 تا شهر بود از جمله تهران که برگزار شده بود، پس شما اسامی شهرها که می‌بینید که پهنه کشور رو واقعا از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پوشونده بود، این هشتمین یا نهمین تظاهرات سراسری هست که اینا با موفقیت برگزار کردند و اون شعاری که میدن فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، یک واقعیتی رو داره منعکس می‌کنه و اون اینی که جز با تظاهرات، جز با فشار از پایین امکان نداره که کوچکترین عقب نشینی از جانب دولت صورت بگیره. تا امروز جمهوری اسلامی و دستگاه مخوف امنیتیش ملاحظه این بازنشستاری کرده بودن که فراموش نکنیم بازنشستن یعنی سالمند هستن، ولی امروز در برابر وزارت کار تهران به طرز بسیار بیرحمانه گارد ضد شورش رو به جان اینها انداختن و تا اونجایی که طبق گزارش سندیکای شرکت واحد که از این تجمع حمایت کرده بود، حداقل 4 نفر دستگیر شدن که اسامی 3 تاشون هست: کامیار فکور روزنامه‌نگار، اسد مفتاحی شاغل در اسنپ فود و آقای اسماعیل گرامی بازنشسته است. تعداد زیادی دیگه هم دستگیر شدن که هنوز اسامیشون رو ما نداریم، زخمی شدن و نشون میده که دولت جمهوری اسلامی
در واقع داره حتی این راه رو هم میبنده و با چوب و چماق میخواد پاسخ به بازنشستگان بده. بله. آقای فرهانی، بله، اشاره فرمودید که دولت 294 هزار میلیارد تومان بدهی داره. در چنین شرایطی از دولت چی برمیاد؟ خب ببینید، همین تظاهراتی که اینها کردن و فشارهایی که تا اینجا آوردن باعث شده که دیروز در مجلس یک بودجه رو برای همسانسازی که طبق قانون باید اجرا بشه و یک بازنشسته باید درآمدش متناسب باشه با کسی که در اون لحظه معین همون شغلی رو که ایشون داشته داره انجام میده. برای این همسانسازی که مقدار زیادی تاثیر میذاره روی مستمری بازنشسته ها، 89 هزار میلیارد تومان رو بودجه کردن دیروز. این فقط و فقط به خاطر فشارهایی هست که همین بازنشستگان با همین در واقع مکانیزم اعتراضات و تظاهرات بهش رسیدن، نه از طریق مذاکره، نه از طریق اینکه نمایندگانشون برند و در یک محیطی که حتی با موازین سازمان جهانی کار منطبق باشه با همدیگه بتونن صحبت بکنن. بعد دولت جمهوری اسلامی خیلی کارا میتونه بکنه. دولت جمهوری اسلامی به راحتی میتونه این بدهی خودش رو پرداخت بکنه، به راحتی میتونه این سطح حقوق رو بیاره بالا، اگر با اختلاس وحشتناکی که درش هست، در پولی که این ور اون ور پخش میکنن و در نابسامانی عمومی که در واقع در اقتصاد ایران وجود داره، با سر سامان دادن به اون در همین شرایط حتی با تحریم، دولت جمهوری اسلامی قادر هست که این همسانسازی رو انجام بده و اینو بیاره بالا. خیلی ممنونم از بهروز فراهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس با ما. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه شدید اللحن به رئیس جمهوری افغانستان با هشدار درباره وضعیت این کشور از اشرف غنی خواسته که با تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به صلح همراهی کند. او در این نامه نوشته که آمریکا قرار است از سازمان ملل بخواهد نشستی بین المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند برگزار کند. علی حسینی گزارش می‌دهد. اولین واکنش مستقیم حکومت افغانستان به طرحی که زلمه خلیلزاد هفته گذشته با خود به کابل آورد، طرحی که نقشه راه ایجاد یک دولت انتقالی صلح و آتش بس دائمی و سرتاسری را نشان می‌دهد. طرحی که آقای سفیر خلیلزاد آورده با حکومت هم تسلیم شده، اقتدار سیاسیون هم طرح را دیده، یک طرح هست، طرح حکومت امریکا نیست. برای ازی در وقتی که شریک می شدم امریکا ای پیام به همه دید، به هر کسی که طرح داده که طرح حکومتشان نیست، یک چیزی هست که بتونن که پروسه صلح را یک کمی سرعت بدن. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل علاوه بر طرح دولت انتقالی صلح، نامه‌ای نیز با خود همراه داشته. نامه وزیر خارجه آمریکا که با لحنی نسبتاً تند به رئیس جمهوری اشرف غنی نوشته شده، حاوی این نکات است: درخواست آمریکا از سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و آمریکا برای دست یافتن به رویکرد واحد در قبال صلح افغانستان. آمریکا پیشنهادی را برای کاهش 90 روزه خشونت‌ها آماده کرده که هدف آن جلوگیری از حملات بهاری طالبان است. آمریکا از هیچ گزینه‌ای دریغ نکرده و روند خروج کامل نیروها را تا اول ماه می همچنان بررسی می‌کند. و وزیر خارجه آمریکا نوشته حتی با وجود ادامه حمایت‌های مالی آمریکا از نیروهای امنیتی افغانستان، پس از خروج نظامی آمریکا نگران است که وضعیت امنیتی وخیم‌تر خواهد شد و طالبان ممکن است که به سرعت مناطق بیشتری را تصرف کنند. این نامه به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز نوشته شده. او امروز در مراسمی گفت که در روزهای اخیر نظرات و طرح‌های مکتوبی به هدف سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح مطرح شده و قرار است در روزهای آینده این موضوع در جلسه کمیته رهبری این شورا به بحث گرفته شود. بیاییم مسائل کلش به بحث بکشن. امید طرحی که امیال مطرح شده بحث یکی از نظریات بر سرعت بخشیدن به پروسه صلح. بایست یکی از نظریات برای سرعت بخشیدن به پروسه صلح. این با دقت ما وعده ما بایست رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم است که این در تمام سطوح مطرح میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به نظر می رسد واکنش خود به این نامه و طرح زلمه خلیلزاد را دیروز اینجا در مراسم افتتاحی شورای ملی نشان داد. او بدون اشاره به طرح زلمه خلیلزاد که در نامه بلینکن با آن اشاره شده گفت افغانستان جز به قانون اساسی به سند دیگری ضرورت ندارد. هر نهاد می تواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و راه حل برای افغانستان توصیه کند. این کاغذها هم در گذشته نوشته شدند، حالا هم نوشته میشوند و در آینده هم نوشته خواهند شد. با آمدن جو بایدن، حکومت افغانستان امیدوار بود مسیری که در حکومت دونالد ترامپ طی شده بود و به مراد دل طالبان بود ادامه نیابد. اما با نامه وزیر خارجه بایدن به نظر می رسد که راه چندان تغییر نکرده است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. بی بی سی فارسی به هویت یکی از سوختبران بلوچ که در تیراندازی ماموران در منطقه سراوان کشته شد پی برده. عبدالرحمن شهرسانزهی 30 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. خواهرزاده 15 ساله او هم از ناحیه شکم تیر خورد اما جان به در برد. در این تیراندازی که 2 هفته پیش در مرز ایران و پاکستان اتفاق افتاد، دست کم 10 سوختبر کشته شدند. یکی از بستگان آنها به پرهام قبادی خبرنگار ما گفته سپاه پاسداران برای گرفتن اعتراف اجباری از خانواده ها با آنها فشار می آورد تا بگویند که تیراندازی از طرف ماموران پاکستان یا شبه نظامیان بوده. گزارش رو ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر ممکن است برای بینندگان آزاردهنده باشد. چهره سوختبر بلوچ که با شلیک گلوله کشته شد. عبدالرحمن شهرسانزهی حالا اینجا خوابیده، در روستایی در شهر مهرستان در سیستان و بلوچستان. این مزار عبدالرحمن شهرسانزهی که 4 اسفند در سر مرز شمسر توسط سپاه جنایتکار کشته شد. سنش تقریبا 30 سال بود. دارای 2 فرزند است. و این خواهرزاده 15 سالش سلمان شهرسانزهی که تیر به شکمش خورد. خوش اقبال بود و جان سالم به در برد. یکی از بستگانشان که خواست هویتش فاش نشود به ما گفت عبدالرحمن چندین گلوله خورده بود. مسافت طولانی تا بیمارستان و نبود امکانات باعث شد جانش را از دست بدهد. درود به شما و خبرنگاران بی بی سی. صدای این شخص را برای حفظ امنیتش تغییر داده ایم. اینایی که از اونجا آورده بودن از منطقه سپر مرزی این زخمی ها رو اینا تا اینجا که بیاد تا بیمارستان برسه به سراوان 6-7 ساعت راه این هر جا بجا کردن تو این ماشین تو اون ماشین تو این ماشین تو اون ماشین تا که اینجا آورده بودن. اون یکی خونش کاملا ریخته بود دیگه، چون که ببین پاها 4-5 تا تیر خورده بود از اون تیرهای بزرگ رو پک کنم بود، شاید کلاشی کنم نباشه از اون تیر بول و اون تیربار رو باشه تیر زدن. این آوردن دیگه دیگه دکتر زیاد متوجه نکردن، چون پیگیری الان در بلوچستان دکترها خیلی متخصص نیستن، عمومی هستن. به گفته این فرد سپاه در بیمارستان به خانواده ها فشار می آورد که بگویند پاکستان یا گروه های شبه نظامی به سوخت برها تیراندازی کردند و فشار بر خانواده ها برای گرفتن اعتراف تلویزیونی ادامه دارد. بیمارستان بستری بودن، این هر روزشون خواستن بگند که تمسان گروه اقتصادی پاکستانی هستند، بر خانواده هاشون فشار هست دارده. چند شب پیش آمدن به نظرستان که مثلا مصاحبه بگیرند. حدود 2 هفته پیش به سوختبرها تیراندازی شد. این شخص که خودش هم سوختبر است میگوید سپاه چند روز راه برگشتشان را بسته بود. بلا تکلیفی و گرسنگی کلافهشان کرد. پشت همین دلی که سپاه بسته بود 4-5 روز محتل بودند و بعد گفتن 1 ساعت باز میشه، 2 ساعت باز میشه، بعد میگفتن 1 روز دو روز اینجوری ماندن تا اینا آزوبایشان تمام میشود و آنها چند نفر میرن اونجا برو باز میکنند. بعد از کشتار بلوچ ها اعتراض کردند، به جایی نرسید.
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرقی کشور با فرماندهان سپاه با مردم منطقه دیدار کردند. این گزارش تلویزیون ایران است. ما هدفمون اینه که این سوخت باید برسه دست این مردم. اما آنچه در این گزارش نیامده این درد و دل هاست. که حمایتی از دمدار نشده بود. مدت 20 سال خشکسالی تمام دمهای مردم از دستشون رفتن. امروز تنها شغلی که در کورین و اطراف کورین وجود دارد همین گزایل کشی است. همین جوانانی که اینجا واستادن والله بالله و تالله هیچ شغل دیگه ای نه غیر از گزایل کشی ندارد. یا یارانه 45 هزار تومان. ما در کورین 960 زن بی سرپرست داریم. از دو سال پیش سپاه پاسداران طرحی به نام رزاق اجرا کرده. سوخت را به عده مشخصی می دهند. سپاه می گوید این کار را برای ساماندهی سوخت بری کرده. منتقدان می گویند سپاه برای دور زدن تحریم ها کار را خودش به دست گرفته. ماشین سپاه بلاک سپاه که داره گازایل می بره برای مرز. می گویند سوخت بری تنها منبع درآمدشان است. چاره دیگری ندارند. تنها شغل موجود همین است. کشاورزی از بین رفته. دامداری همینطور. حیواناتشان هم از گلوله های سپاه در امان نیستند. سربداری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در منطقه نقطه صفر مرزی ایران کلگان جارک. بله آقا. اینجا هر نفری دستخر داره میره مرز. آقای بچه های سپاه جارگ اومده همه خرای مردم کشتن نزدیک 1,200,000,000 خسارت دادن به مردم روستان. چجوری ملت مردمی فراموش شده. این وضع خیابان هاست. ببینید دارم چیکار میکنم. این هم مدرسه هایشان. یک هفته قبل خدا رو شکر که مدارس تعطیل بوده. سقفش میریزه. چهره اوریان فقر. فقر مطلق. و شغلی که نه به اختیار بلکه از ناشاری به آن تن می دهند. پرهام قبادی، بی بی سی. لبنان بار دیگر به صحنه اعتراضهای خیابانی بدل شده. اعتراضهایی که سقوط ارزش پول و تورم فزاینده ریشه اصلی آن است. معترضان می گویند که مسئولان هیچ قدمی برای حل مشکل اقتصادی لبنان بر نمی دارند. از آن طرف حسن دیاب نخست وزیر موقت میگوید تا وقتی که دولت تشکیل نشود و اختلافات سیاسی حل نشود از دست او کاری بر نمی آید. اعتراض ها و دلایل بحران اقتصادی لبنان در گزارشی از کیوان حسینی. معترضانی که گویی به اعتراض بدون نتیجه عادت کردند، چه مسالمت‌آمیز شعار بدهند یا جلوی بانک مرکزی لبنان پرچمش را آتش بزنند و علیه رئیسش ریاض سلامه شعار بدهند یا حتی با آتش زدن لاستیک عبور و مرور خودروها را مختل کنند. از آغاز اعتراض‌ها و سقوط آزاد واحد پول لبنان حدود 17 ماه گذشته و وضع بهتر که نشده هیچ، روز به روز بدتر شده. اونایی که ریاض سلامه رو در پست رئیس بانک ملی گذاشتن در سقوط لیره مسئولن. همون کسایی که باعث بدبختی شدن سر کار هستن و دارن کشور رو روز به روز به سمت نابودی میبرن. تنها راه این مملکت اینه که این رژیم فاسد و بی خود رو بکشیم پایین. بدون سقوط این سیستم فاسد نمیتونیم کشوری برای نسل‌های بعدی بسازیم. از زمانی که سعد حریری در پی اعتراض‌های مردمی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد 4 ماه گذشته، اما اختلافات سیاسی موجب شده تا او هنوز نتواند دولت تشکیل دهد و قدرت را به دست بگیرد. در عوض این شخص حسن دیاب که قرار بود به شکل موقت رئیس دولت باشد ماهاست که اداره کشور را در دست دارد، اما بدون اختیارات کافی برای دست زدن به اقدامات اساسی. با بالا گرفتن اعتراض ها او دیروز روبروی ملت لبنان ایستاد و هشدار داد که وضع شاید حتی بدتر هم بشود. از نگاه او مقصر اصلی سیاستمدارانی هستند که اختلافات را کنار نمی گذارند تا با تشکیل دولت فرصت اقدامات جدی فراهم شود. مهمتر این که او تهدید کرد اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند از همین پست نخست وزیری موقت هم استعفا خواهد کرد. در ماه‌های اخیر شهروندان لبنانی هر صبح که از خواب بیدار شدند فهمیدند که دلار گرانتر شده، پولشان بی‌ارزش‌تر شده، قیمت همه چیز بالا رفته و آنها عملاً فقیرتر شدند.
دلار در لبنان یک سال پیش حدود 2000 لیره بود. امروز قیمت دلار در بازار آزاد بیروت 10450 لیره بود، یعنی 5 برابر. معترضان میگویند که علت این وضعیت فساد سیاسی و ناکارآمدی حکومت است. اما مشکلات ساختاری اقتصاد لبنان هم موضوعی نیست که از چشم ناظران بین المللی دور مانده باشد. تولید ناخالص داخلی لبنان از 3 بخش به دست می آید: 3.9% کشاورزی، 13.1% صنعت و 83% خدمات. در بخش صنعت، توریسم اصلی ترین منابع درآمد است. در بخش خدمات، کمک های بین المللی به ویژه از سوی کشورهای خلیج فارس و همچنین درآمد ارزی لبنانی های مهاجر اهمیت بسیار دارند، که البته در نهایت کفاف مخارج دولت را نمی دهد و این قرضهای خارجی هستند که لبنان را سالهاست سرپا نگاه داشتند. اما خزانه دولت لبنان چند سالی است که روز به روز درآمدهایش کمتر می شود. یک دهه جنگ در سوریه، کاهش کمک‌های کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به دلیل افزایش نفوذ ایران در کنار کاهش کمک‌های ایران به حزب الله به دلیل مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و بحران دنباله‌دار بی‌ثباتی سیاسی که به کاهش قرض‌های خارجی منجر شد، دست به دست هم دادند و 3 دهه حباب اقتصاد وابسته لبنان در سال 2019 منفجر شد. بحرانی که خیلی زود در پی انفجار سال 2020 بیروت و البته بیماری کرونا عمیق‌تر هم شد و به رغم اعتراض‌های پیگیر لبنانی‌ها چشم‌اندازی برای حل آن دیده نمی‌شود. کیوان حسینی، بی بی سی. پاپ فرانسیس در سومین روز سفرش به عراق در استادیومی در اربیل در میان هزاران نفر از مسیحیان این کشور مراسم نیایش به جا آورد. قبل از آن رهبر کاتولیکای جهان در شهر موسل که در دوران جنگ با داعش تا حد زیادی تخریب شد، در کنار خرابه کلیسای جامع شهر برای قربانیان جنگ دعا کرد. سفر او به اقلیم کردستان و سایر مناطق شمال عراق که در زمان جنگ بیشترین آسیب‌ها را دید، موجی از شادی و امید در این مناطق ایجاد کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در شهرک عمدتاً مسیحی نشین قرقوش، در آفتاب ملایم زمستانی، روزی عالی برای از نو زیستن، روزی که پاپ برای دیدن همکیشانش به این منطقه جنگ زده آمد، به این کلیسا، کلیسای بزرگ شهر که داعشی ها آن را میدان مشق تیراندازی کرده بودند. پاپ علی‌رغم خطرات و همه‌گیری کووید مصمم بود که به اینجا بیاید برای تسلی دادن به این مسیحیان عراق که در دوران اشغال این شهرک و مناطق اطراف شدیدترین آسیب ها را دیدند. خیلی از آنها باید بین مرگ و اسلام یکی را انتخاب میکردند. هزاران نفر کشته شدند. صدها هزار نفر از خانه هایشان و شهرهایشان فرار کردند. پاپ اینجا به حاضران گفت می‌داند که روزهایی بوده که ایمان‌ها سوس شد و این تصور به وجود آمد که خدا شماها را فراموش کرده. امیدتان را از دست ندهید. مسیح با شماست و روزی خداوند صلح را به این سرزمین می‌آورد. به او اطمینان داریم. در کنار آنهایی که امیدشان را از دست ندادند می‌ایستیم و به جنگ و سوء استفاده از مذهب میگوییم نه. هفتاد کیلومتر آن طرفتر در بزرگترین شهر عراق موسل، امروز روز شادی و رقص در خیابان بود. در میان نشانه های تاریک و تکان دهنده از گذشته، در میان خرابی کلیسای بزرگ شهر، شهری که 3 سال بعد از خروج داعش هنوز تلی از خراب است. پاپ اینجا برای قربانیان جنگ دعا کرد و به سخنان کشیشی گوش کرد که به او گفت در 10 ژوئن 2014 با 500 خانواده مسیحی فرار کرد. او گفت اکثر آنها حالا به خارج مهاجرت کردند و بعضی دیگر هم به علت ناامنی بر نگشتند. او گفت حالا تنها 70 خانواده مسیحی در این شهر زندگی می کنند، در شهری که 2 میلیون جمعیت داشت. امروز دوباره باید بر باورهایمان تاکید کنیم که برادری بر برادرکشی برتری دارد، اینکه امید قوی تر از نفرت و اینکه صلح از جنگ برتر است.
تخمین زده می شود که از حدود 1.5 میلیون جمعیت مسیحی کشور حالا فقط چند صد هزار نفر باقی ماندند. پاپ در استادیوم بزرگ اربیل هم در مراسمی شرکت کرد، در عشای ربانی. حدود 10,000 نفر به دلایل امنیتی از قبل برای حضور در استادیوم نام نویسی کرده بودند. سفر پاپ علی‌رغم مخاطراتش با امنیت برگزار شد. پاپ با قبول مخاطرات با این سفر فصل تازه‌ای را در تاریخ اینجا باز کرد. GBBC. از عمر اپلیکیشن کلاب هاوس حتی یک سال هم نمی گذرد، اما شمار کاربران آن از 2 میلیون نفر گذشته. این اپلیکیشن که تنها در اون از صدا برای ارتباطگیری استفاده میشه، در هفته های اخیر رفته رفته بین ایرانیان هم محبوب شده، هرچند هنوز برای عضویت در آن محدودیت هایی هست. شبنم شعبانی گزارش می دهد. اپلیکیشنی که سر و صدای زیادی کرده، کلاب هاوس، پلتفرمی که اتفاقا همه چیز در آن حول محور صدا می‌گردد. در جهان تصاویر اشتی و پرزرق و برق و اپلیکیشن هایی که روی آنها عکس ها و ویدیوهای با کیفیت با امکان ویرایش راحت وجود دارد، شاید طراحی اپلیکیشنی که منحصرا بر صدا تکیه کرده باشد دیوانگی به نظر برسد. اما پل دیویسون، کارآفرین آمریکایی، و روان سد، مهندس سابق گوگل، دو طراح کلاب هاوس تصمیم خود را گرفتند و کمتر از یک سال پیش از اپلیکیشن خود رو نمایی کردند. حالا با استقبالی که از کلاب هاوس شده به نظر می رسد این دو اصلا اشتباه نکردند. کلاب هاوس حالا بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد که برای یک اپلیکیشن نوپا فوق‌العاده است. در شرایطی که فعلا فقط برای کاربران اپل و روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل iOS در دسترس است و آن هم فقط با دعوتنامه که از شتاب عضویت کاربران قطعاً می‌کاهد. ارزش کلاب هاوس در حال حاضر بیش از 1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ارزشی که البته بعضی آن را علاوه بر جذابیت‌های خود کلاب هاوس مدیون حضور ستاره‌های جهان فناوری مانند ایلان ماسک و مارک زاکربرگ در اتاق‌های این اپلیکیشن می‌دانند. هر اپلیکیشن جدیدی معمولا مورد توجه قرار میگیره، به ویژه وقتی که سلبریتی ها به اون توجه کنن. دیدیم در مورد توییتر مثلا اومدن اپرا وینفری چطور اون رو مورد توجه قرار داد، در اینجا اومدن ایلان ماسک رو میبینیم و بعد پیوستن خیلی عظیمی از سلبریتی ها برای استفاده از این اپلیکیشن برای در ارتباط بودن با مخاطبان و افزودن بر دایره مخاطبان، به علاوه یک تلفیق هوشمندانه بین پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی در اینجا میبینیم که باعث میشه که افراد بتونن به صورت مستقیم با سلبریتی ها حرف بزنن و دیگران شاهد این ارتباط باشن، که خودش یک نوع ارجاع اعتبار و لذت اجتماعی به بار میاره و طبیعتاً اقبال به این اپلیکیشن رو افزایش میده. کلاب هاوس هنوز بسیار نوپاست و برای کاربران غیر آمریکایی پدیده‌ای کاملاً تازه تر. ایرانیان در چند هفته گذشته اقبال زیادی به آن نشان دادند و هم روند عضویتشان شتاب گرفته و هم اتاقهای بحث متنوعی را گشودند. به دلیل ماهیت زنجیره‌ای عضوگیری با دعوتنامه، افراد اغلب به نوعی با یکدیگر آشنایی دارند و شاید همین است که جرقه اولیه گپ و گفت راحت زده می شود. اما چه شد که در غیاب تصویر و رنگ و لعاب آن، اپلیکیشنی که تنها از راه صدا ارتباط برقرار می کند تا این اندازه با اقبال مواجه شد؟ احساس نیاز انسان‌ها بعد از یک سال قرنطینه دوران کرونا یا برداشته شدن فاصله بین طبقات اجتماعی در گفتگوها آیا در این پدیده مؤثر بوده؟ حتما یه بخشش ناشی از این مسئله بوده، به دلیل اینکه برای انگار جای اون مهمونی‌هایی رو گرفته که در دوره کرونا امکانش نیست و علاوه در این مهمونی‌ها می‌بینیم که آدم‌های مهم یا سلبریتی ها حضور دارن و ما میتونیم با اونا حرف بزنیم و گفتگو بکنیم و به این ترتیب این مجال جدیدی است که در دوره کرونا ظاهر شده. معلوم نیست بعد که مردم رفتن سر کار گرفتار شدن آیا این اپلیکیشن همین میزان محبوبیت رو داشته باشه یا کاربردش به همین شیوه باشه که تا به حال بوده. کاربرانن که در نهایت تعیین میکنن که این اپلیکیشن به چه صورتی به کار بره و دوام و بقاش منوط به نحوه و شیوه و استقبالی است که از این اپلیکیشن خواهد شد در آینده.
اقبال به کلاب هاست چنان بوده که گزارش شده در ایران دعوتنامه آن تا 400 هزار تومان به فروش گذاشته شده. اتفاقی که البته منحصر به ایران نیست و گزارش هایی هم از فروش دعوتنامه های این اپلیکیشن در ایبی و سایت های مشابه گزارش شده. بعضی از مهیا نبودن دسترسی راحت به کلاب هاست گلایه دارند، به ویژه که گوشی های آیفون و آیپد ها و محصولات اپل در کل گران قیمت هستند. در کشوری مثل ایران که در حال تجربه فشار اقتصادی است و بسیاری به تبلت و تلفن برای برنامه‌های آموزشی دوران قرنطینه کرونا هم دسترسی ندارند، هر پیشنهاد احتمالی برای تغییر گوشی آندرویدی به اپل مثل آن قول معروف است که اگر نان نیست شیرینی بخورید. فعلا اما به گیرنده های خود دست نزنید و صبور باشید. کلاب هاوس با این اقبال امروز احتمالاً به زودی راحت‌تر در دسترس همگان خواهد بود. شبنم شعبانی، بی بی سی. فرین تقی‌زاده همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه از کلاب هاوس مرخصی گرفته اومده اینجا. چه عجب که فرصت کردی سری هم بزنی به برنامه. واقعا به خاطر اینکه الان چند روزه که من عضو کلاب هاوس شدم و انقدر آدمو درگیر میکنه که واقعا آدم دیگه به کار چیز دیگه نمیرسه، ولی خب جذاب هستش همین درگیر شدن در این فضای جدید. مشخصا هم که در دوران کرونا هستیم، خیلی از تو خونه دارن کار میکنن، اونقدر معاشرت و تعامل ندارن با افراد دیگه. همین گرده هم آوردن افراد در یک فضا که صدا با هم دیگه هر وقت که بخوان صحبت میکنن، این الان اون جذابیت هست. دقیقا گفتی که در این شرایط، من یادم میاد که خیلی از بچه ها بعد از کار یه جای جمع میشدن با همدیگه صحبت میکردن. به نظرم میاد که همون بحثا الان منتقل شده به کلاب هاوس. چقدر کرونا اثر داشته؟ به همین این موضوع، این که آدم‌ها در دوره کرونا حتی اگه از نظر جغرافیایی هم نزدیک هم دیگه زندگی می‌کردن، ولی به خاطر قرنطینه‌های سراسری که تو کشورهای مختلف بوده، اونها هم حس تنهایی می‌کنن، اونها هم تو اون محدوده چارچوب خونه خودشون گیر کردن و الان دیگه فرقی نمی‌کنه که شما در لندن داری زندگی می‌کنی یا در تهران داری زندگی می‌کنی، با این فضا و این تنهایی همه دارن یه چیزی یکسان احساس می‌کنن. و برای همین اونهایی که دعوتنامه داشتن تونستن بیان روی این فضا و آیفون داشتن، دارن یک تجربه جدیدی رو امتحان میکنن تا ببینن که چی میشه در نهایت. ولی خب مسئله اینه که هدف این اپلیکیشن چیه. الان یک ساعت قبل از اینکه من بیام اینجا با طرف بزنم، سازنده ها یا فاوندر های این اپلیکیشن یک فضا، یک اتاقی رو درست کرده بودن و به سوال های کاربران پاسخ میدادن. معمولا هم هفته یه بار حدودا این کار رو انجام میدن، تا جایی که من متوجه شدم اونهایی که کاربر هستن سوالاشون میفرستن به یک ایمیلی و اونها گردآوری میکنن با یک مجری، در یک روزی میشینن مثلا یک ساعت حدودا به اینا جواب میدن. هدف رو امروز کمی روشن‌تر نسبت به هفته های پیش عنوان کردن و گفتن که بیشتر الان ما هدفمون هست که آدم‌ها اون سوشال نتورک خودشون، اون دایره آدم‌های اطراف خودشون پیدا کنن و بتونن با همدیگه ارتباط پیدا کنن. شاید یه چیز شبیه لینکدین که آدم‌ها اون شبکه‌های خودشون رو پیدا می‌کنن، ولی الان به صورت صوتی شده. یا یه چیز دیگه‌ای که خیلی روش تاکید کرد و گفتش که ما داریم به این سمت می‌ریم، این که برنامه‌های حالا چه خبری، چه سرگرمی، چه آدم‌هایی که اینفلوئنسر هستن، تاثیرگذار هستن، بیان روی این فضا و با مخاطب خودشون تعامل داشته باشن. الان اون چیزی هستش که اینها دارن در موردش صحبت میکنن، تعامل دو طرفه و بدون واسطه بین افرادی که حالا شناخته شده هستن، یا ممکنه یک، مثلا دارم میگم، یک آشپزی باشه که تو شهر خودش خیلی معروفه ولی اونقدر فضا نداره که بخواد استفاده کنه از این آدمایی که باهاش در ارتباط هستن، ممکنه اون بیاد در این فضا و بتونه آدمهای بیشتری رو جذب خودش کنه. گفتی لینکدین، مثلا توییتر یه جور آدم‌های عضوش هستن، یه جور بحثای ازش استقبال میشه، لینکدین هم بیشتر مسائل حرفه‌ای و کاریه. وقتی به کلاب هاوس نگاه میکنیم به نظر میاد که یه قالب خاصی نداره، توش همه چیز ممکنه که بحث بشه. ببین، بستگی به این داره که داری کلاب هاوس رو از چه زاویه‌ای نگاه میکنی. داری به کلاب هاوس ایرانی نگاه میکنی الان، یا کلاب هاوسی که فضای انگلیسی توش هستش، یا حتی چینی ها، یا مثلا من دیدم عرب زبان ها هم دارن ازش استفاده میکنن و خیلی هم زودتر از ایرانی ها کامیونیتی خودشون رو پیدا کردن و نحوه استفاده براشون جا افتاده. این بستگی، میگم، این نگاه بستگی به این داره که تو الان تو کدوم کامیونیتی هستی، تو کدوم فضا هستی، آدمای دور و برت چیه. اگه نگاه کرده باشی به اینکه
انگلیسی زبان ها دارن چه استفاده میکنن. اتفاقا چند روز گذشته من دیدم که برخی از اعضای دولت بریتانیا که مشخصا مسئولیت سیاست گذاری در شبکه های اجتماعی دارن تا ببینن که چطور میتونن از فضاها استفاده کنن، یک رومی رو تشکیل داده بودن با 3-4 نفر که مسئول هستن و یه 2-3 نفر خبرنگار رفتم ازشون سوال کردم. اونها داشتن میگفتن ما داریم به این قضیه نگاه میکنیم تا ببینیم که چه استفاده ای میخوایم بکنیم برای انتخابات آینده ای که در بریتانیا هستش. برای همین خیلی بسته به این داره که آدم‌ها چه کسانی رو فالو میکنن، چه علاقه‌ای دارن. یکی ممکنه به آشپزی علاقه داشته باشه، یکی به طنز علاقه داشته باشه، یکی به مسائل روانشناسی علاقه داشته باشه. از دیروز هم کلاب هاوس یه امکانی رو اضافه کرده برای همه که میتونن کلاب درست کنن، یعنی یک اتاقی درست کنن که کاربرای زیادی برن توش عضو بشن با یک موضوع مشخص که اون فردی که مثلا ادمین این صفحه هستش یا کسی هستش که صاحب این صفحه هستش برنامه‌های مختلفی واسه شون بذاره و مثلا یه پادکست براشون برنامه اجرا کنه. این بحثو میتونیم تو کلاب هاوس ادامه بدیم؟ میتونیم. اتفاقا من الان توی رومی هستم که اونا هم احتمال دارن برنامه رو میبینن و میشنون. ممنونم از فرن تعریف بده. یک مرد سیک هندی که در مناطق سردسیر شمال کانادا زندگی میکنه بعد از انتشار صحنه‌های رقص پنجابی بانگرا یک باره به ستاره اینترنتی تبدیل شده. گورده پاندر که مربی رقص بانگرا است در سرمای منفی 20 درجه سانتیگراد هم میرقصه و کلاس‌های آموزشیش به شیوه مجازی کماکان دایره. شبنم محمود گزارش میدهد. درسته که زمستان کانادا میتواند سرد باشد و هوا ممکن است تا منفی 40 درجه برسد، ولی این نتوانسته جلوی رقصیدن گوردی پاندر در برف را بگیرد. تصمیم گرفتم یک کار مثبت و لذت بخش انجام بدم که شادی رو مهمون قلبا کنه. رقص بانگرا رقص کشاورزان منطقه پنجاب است که هنگام برداشت محصول انجام میدهند. پاندر 25 سال پیش پنجاب را ترک کرد و از آن زمان به آموزش رقص بانگرا در کانادا مشغول است. بانگرا یه تمرین پرتحرک و شگفتی آوره. بهت خوش میگذره و سالم و قبراق میمونی. مردم را هم در مورد سلامتشون آگاه میکنه. رقص بانگرا آنقدر پرطرفدار شده که حتی ارتش کانادا هم آن را انجام میدهد. همکاری ما با نیروهای مسلح کانادا شروع کردم و با هم بانگرا می رقصیم تا پیام همبستگی و تنوع نژادی و شادی رو به همه بدیم. وقتی با هم می رقصیم همه یکی می شیم. ولی اگر فکر می کنید چرخاندن لامپ سقف بهترین روش برای یاد گرفتن رقص بانگراست، در اشتباهید. بانگرا رقص قابل احترامی و ریشه فرهنگی بسیار عمیقی داره. اجداد ما انجامش میدادن. من به هر کسی که فکر میکنه بانگرا چرخوندن لامپ سقفه میگم نه، بانگرا از این بیشتره. شبنم محمود، BBC News. ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.